یونسکو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از ثبت هنر تذهیب و افتاری به عنوان میراس فرهنگی ناملموس خبر داد. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. افتاری و فعالیت های فرنگی و اجتماعی وابسته و همچنین هنر تذهیب در هجدهمین نشست کمیته بین المللی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموز یونسکو در آفریقای جنوبی به ثبت جهانی رسیدند. همچنین هنر تذهیب که زرندود یا تلاکاری نیز نامیده می شود به درخواست ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به ثبت جهانی رسیده است. افتاری یا ورده غذایی مسلمانان که هنگام غروب آفتاب در ماه رمضان صرف می شود به درخواست جمهوری آزربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان در فهرست میراز فرهنگی ناملموس جهان به ثبت رسیده است. تذهیب چیست؟ تذهیب یک هنر چند صد ساله است که به ویژه در نسخ خطی و مینیاتورها قابل مشاهده است. این هنر را زغندود یا تلاکاری هم می نامند و دلیل این نامگذاری استفاده از ورقهای طلا یا طلایی رنگ برای تراحی نقوش تصیب است که به دانش و تکنیک های خاصی نیاز دارد. در فرهنگ های لغت تصحیب را به معنی آراستن نیز دانستند زیرا هدف اصلی این هنر آراستن صفحات کتاب، قطعات خوشنویسی و حاشیه نقاشی هاست. کاربود تذهیب در صفحات قرآن کتاب مقدس مسلمانان نیز قابل مشاهده است. امروز تذهیب را در کارگاه هایی و حتی در دانشگاه ها هم تدریس میکنند. کنند. افتاری چیست؟ افتار یا افتاری یکی از سنت های مسلمانان در ماه رمضان است که همچون یک جشن در نظر گرفته می شود. یونسکو در این زمینه توضیح داده که افتار توسط مسلمانان در قبوب آفتاب در ماه رمضان پس از اتمام همه مراسم مذهبی و تشریفاتی برگزار می شود و اغلب به شکل گرد همایی یا صرف قضا تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و ترویج کمکهای متقابل همبستگی و تبادلات اجتماعی صورت می گیرد. این سازمان بین المللی اضافه کرده که در سنت افتاری مشارکت در خانواده ها منتقل می شود و تهیه اجزای غذاهای سنتی اغلب به کودکان و جوانان سپرده می شود. یونسکو همچنین تأکید کرده که افتاری معمولا از سوی نهادهای غیردولتی و خیریه ها نیز حمایت می شود. افتاری و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی وابسته به آن که پس از چند ساعت سختی گوزداری برگزار می شود، نقشه بسیار مؤثری در ارتقای نشاط و شادابی مسلمانان در ایام ماه رمضان دارد. این مراسم به صورت خانوادگی و همچنین در گروه های اجتماعی بزرگتر در اماکن خصوصی نیمه عمومی و عمومی از جمله مساجد تکایا حسینیه ها بازارها میادین رستوران ها و سالن های همایش برگزار می شود. افتاری نقش اجتماعی و فرهنگی بسیار مهمی در تمامی جوامع اسلامی فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد و جغرافیا داشته و باعث انسجام اجتماعی، وفاق ملی، صلح، دوستی، شادی و توجه ویژه به فقرا و مساکین می شود. در زمان برگزاری افتار علاوه بر خواندن نماز به صورت فردی یا جمعی فعالیت های مهم دیگری همچون برگزاری مراسم دعا خواندن قصه های اجتماعی و دینی برای کودکان اطعام اهدای البسه و کمک مالی به مسمندان و فقرا مراسم آشتیکنان افراد قهر کرده و غیره انجام می شود. روش های قدیمی برای آگاهی از وقت شرعی قروب و زمان افتار شبیه روش های اعلام سهر بوده است. در گذشته اعلام وقت سهر و بیدار کردن مردم به شیوه های گوناگون مانند دورگردی معزنان و جاوچیان در خیابان ها برا فوختن فانوس در گلسه ها، تبل و شیپور نواختن، کوبیدن در خانه ها، شلیک توب و زدن بوغ حمام ها بوده است. با پیشرفت ابزارها و وسایل اطلاع رسانی هر دوره تغییر کرده و جای خود را به رادیو، تلویزیون و پخش از آن از بلندگوهای مساجد داده است. مردم هر منطقه با توجه به خواستگاه اعتقادی و آینی خود آداب و رسوم خاص منطقه خود را انجام می دهند. در بسیاری از شهرها به هنگام افتار مغازه ها تعطیل شده و خیابان ها خلوت می شود. در برخی مساجد نماز جماعت بلافاصله پس از اذان مغرب و با سرعت خوانده می شود و در برخی پس از صرف افتار اقامه شده و بعد از آن برنامه های سخنگانی و مناجات برگزار می شود. شب میلاد امام حسن علیه السلام و ایام شهادت امام علی صلوات الله علیه نیز در سراسر مناطق شیعه نشین با برنامه های خاص مولودی و عزاداری از بقیه روزها متمایز می شود. افتاری دادن و کمک به نیازمندان و ایتام در این روزها پرنگتر انجام می شود. از آن معزنزاده اردبیلی دعای سحر و مناجات ربنا به هنگام افتار از نواهای مندگار این ایامند. هورا عبدالمجید اخبارشیه.